اعتراض در ایران به حضور عراقی ها و به آتش کشیده شدن کنسولگری ایران در بصره یک روی سکه است و روی دیگر ناکامی متحدان ایران برای تشکیل دولت در بغداد. آیا سیاست ایران در عراق با مشکل برخورده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. یک روحانی شیعه عراقی که در قم درس خوانده رهبری ائتلافی را در عراق به دست گرفته که ماهاست جلوی متحدان ایران را برای تشکیل دولت سد کرده. فاصله مقتدا صدر و همراهانش از ایران بر کسی پوشیده نیست. فراتر از مسائل سیاسی رابطه دو کشور در سطح مردم عادی هم بی مشکل نبوده. با آتش کشیده شدن کنسولگری ایران در بصره نمونه ای از آن. در طرف دیگر مرز هم اعتراض و انتقاد به حضور عراقی ها کم نبوده. به همه اینها حمله موشکی سپاه پاسداران به هدفهایی در کردستان عراق را هم اضافه کنید. با این اوضاع و احوال رابطه دو همسایه متحد به مشکل خورده؟ در این باره بیشتر صحبت میکنیم با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن، و علی مأموری، استاد مطالعات فرهنگی عربی اسلامی در دانشگاه سیدنی از همین شهر با ما. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای حسینی فرد، اگر از این اعتراض‌ها شروع بکنیم در دو طرف مرز، هم در عراق و هم در ایران، تا چه اندازه اونها رو میشه جدی قلمداد کرد؟ میشه گفت که جدی ترین بحران در مناسبات ایران و عراق بعد از سقوط صدام حسین، اون هم با توجه به اینی که خصوص این سقوط باعث شد که ایران جای پای بسیار محکمی در صحنه سیاسی عراق پیدا بکنه و خب با جر پیدا شدن جریان داعش و سلطش بر بخشی از عراق که باعث شد اون هشت شعبی شکل بگیره، عملا حضور نظامی ایران و حضور مستشاریش هم خب تقویت شد و همه اینها در کنار اینی که خب این اواخر مسئله حضور آمریکایی ها هم بعد از 2014 که دوباره برگشتن به صحنه سیاسی و نظامی عراق از یک طرف، و نقشی که عربستان سعودی داره بازی میکنه، یعنی برخلاف گذشته به جای اینی که کلا منکوب بکنه رابطه با عراق، شروع کرده به یارگیری و تاثیرگذاری در صحنه سیاسی این کشور، همه اینها دست به دست هم داده و خب این رابطه عراق و ایران به نوعی تابع این معادلات سیاسی بین المللی هم شده، اون هم معادلات سیاسی که بیش از پیش داره علیه ایران جریان پیدا میکنه. شما پیش درآمدی گفتید از آنچه که میخوایم در تمام این بحث بهش بپردازیم. آقای مأموری، اگر از همین اعتراض‌ها شروع بکنیم، هم در خاک عراق دیده شده هم در میان ایرانی ها خصوصا در بعضی از شهرهای مرزی، این تا چه اندازه میتونه جدی گرفته بشه؟ ببینید، من فکر میکنم در واقع اتفاقی که افتاد در بخش عراقش در واقع نتیجه سالیان مدیدی از نوع در واقع تعامل ایران با عراق بوده که چنین نتیجه رو در واقع ایجاد کرده. تصوری که در بین بخش وسیع از شیعان عراق در حال شکل‌گیریه اینه که برخلاف تصور ساده لوحانه‌ای که ما بعد از 2003 داشتیم که ایران در واقع آغوش بازی برای ما هستش و ما میتونیم با کمال میل و راحتی به او پناه ببریم در برابر تهدیدات گروه‌های تندرو که به نوعی در واقع این گروه‌ها وابسته به سعودی یا به سلفی‌ها یا به کشورهای سنی در واقع بودن، یا مستقیم و یا حداقل غیر مستقیم از این طریق که کشورهای سنی منطقه هم در واقع کنار عراق نبودن در مبارزه با القاعده و بعدها در داعش، حالا به حال بیشتر بودن ولی باز به اون قوت و قدرت عراق رو ساپورت نکردن. به تدریج در واقع در بین طبقه و توده مردمی شیعی عراق این تصور و طرز تلقی در حال شکل‌گیریه که نوع برخورد نظام سیاسی ایران جمهوری اسلامی با عراق یک برخورد بیشتر ابزاری و وسیله‌ای است برای راه بردن به منافع و نیازهای خودش. ایران به هر حال به دنبال ایجاد اون کانال ارتباطیش تا سوریه و لبنان هستش. عراق به هر حال یک زمین بسیار خوبی برای رقابت با آمریکا و شاخشانه کشیدن با آمریکاست. جای بسیار خوبی برای تثبیت نفوذ خودش در برابر سعودی ها که اونها هم در واقع به دنبال تثبیت نفوذ در منطقه هستند.
و به هر حال ایران در واقع از این اشتراک مذهبی بین اکثریت عراقی ها و اکثریت ایرانی ها به نوعی در راستای مطامع سیاسی خودش استفاده کرد. آقای ماموری، ممکنه که اینها نگرانی تعدادی از سیاستمداران در عراق باشه یا طبقه ممتاز جامعه باشه یا اهالی سیاست و فرهنگ، منتها سوال من مشخصا اینه که جنس اعتراض هایی که در عراق دیده میشه یا همینطور در ایران دیده میشه در زمینه حالا رابطه دو کشور اینا چیه؟ بیشتر مثلا معیشتیه، مسائل زیست محیطی اینجا مطرحه، بحث آب و برق چیه این؟ ببینید دقیقا من چیزی که عرض کردم در واقع ترس تلقی توده‌ای بود و الا سیاستمداران در دوره کنونی شاید نزدیکترین وضعیت رو به ایران داشته باشند. حتی سیاستمدارای سنی که معارض ایران بودن مثل ابوریشه که در واقع حکومت مالکی رو حکومت صفوی ایرانی قلمداد میکرد، الان همپیمان نوری مالکی و همپیمان هادی عامری است و با همدیگه در یک جلسه شرکت میکنند. و همین ترتیب خمیس خنجر که در اردن بود و ایران رو دشمن‌ترین کشور منطقه علیه عراق تلقی میکرد، الان هم پیمان در واقع هادی عامری و نوری مالکی است. از لحاظ در واقع طبقه سیاسی نگرانی چندانی برای ایران وجود نداره. اون نگرانی جدی در بین توده مردمه. درست. این آرایش سیاسی رو بهش نگاه میکنیم. آقای حسینی فرد، شما تا چه اندازه با این ارزیابی موافق هستید که گویا اونطور که آقای ماموری گفتند به شاید تعصبات ناسیونالیستی مردم در عراق برخورده باشه؟ اونها شاید این گونه فکر میکنند که ایران امورات رو بیش از آنچه که باید در دست گرفته در کشورشون. قبلا اشاره بکنم که این جریانی که تو بصره به خصوص پیش رفت به هر صورت به مسائل معیشتی، مسائل مربوط به آب، خب آب خصوص مسئله خیلی عمده شده در بصره ظرف این 6 سالی که خودسالی عظیم اونجا رو فرا گرفته و در این حال سیاست هایی که ترکیه و ایران در مورد مسائل آبی پیش میبرند خصوص این منطقه رو با مثلا کم آبی، آب مسموم و بسیاری از این مسائل دست به گریبان کرده. طوری خب بیمارستان ها اینه که پذیرا باشن کسایی که از مسئولیت آبی میان به اینجاها و با خصوص مشکل آبی داشته باشن، اینها یه بخشیش به سیاست ایران برمیگرده. خود دولت عراق حتی مقاماتش میگن که 40 تا جریان رود آبی رو ایرانی ها به نوعی کاهش دادن آبش رو، یا اصلاً متهم میکنن ایران رو که آب شور وارد اروند رود میکنه، آب شیرین رو برای کرخه و کاهون برمیداره و مسائلی از این دست. به هر صورت در اون بصره که تنها بندر هستش باید بهش اهمیت داده بشه و پایگاه اصلی استخراج نفت و درآمد ملی عراق هم هستش، عملا مسائلی که پیش اومده به نوعی به ایران هم پیوند زده میشه. در این حال این که مسئله ملی و ناسیونالیستی در درون عراق مقداری بیش از پیش تشدید شده هم واقعیتی است. یعنی در نظر بگیریم که قانون اساسی سال 2005 که خب لا تدوین شد، همون خشت کجی رو گذاشت که به نوعی ساختار سیاسی بر اساس قومی و مذهبی شکل بگیره. ایران بتونه با توجه به اکثریت شیعه در این کشور نقش اصلی در شاکله قدرت داشته باشه و در این حال تا حدودی سوء استفاده بشه از این مسئله. موقعی که آقای رحیم صفوی مشاور عالی نظامی آقای خامنه‌ای عنوان میکنه که در بغداد بدون هماهنگی با بیت رهبری فهرست وزرا تعیین نمیشه، یا به اصطلاح اینی که مقامات دیگه هم حرف مشابه میزنند، عملا میبینیم که تا حدودی بر میخوره به اون چیز ناسیونالیستی عراقی ها. و خب برخی از نیروها عمدتا در این جهت دارن پیش میرن که اون قانون اساسی رو پشت سر بذارن و فراتر برن از این مرزبندی های قومی و مذهبی و بیش از پیش منافع ملی رو شاکله سیاست و تعاملات داخلی خودشون بکنن. شما توضیح جالبی دادید از وضعیت بصره. وقتی روی نقشه هم نگاه میکنیم گلوگاه اقتصادی، گلوگاه تنفس عراق همینجاست. از همینجا عراق به آبهای آزاد، آبهای بین المللی دسترسی داره. بعضی از نیروهای سیاسی، جناح‌های سیاسی در ایران حرفشون اینه که اینجا پای مداخلات کشورهای همسایه در میان هست، گویا آنها هستند که نمیخوان رابطه دو تا کشور خوب باشه، بنابراین در جای با این حساسیت وارد عمل شدن. این چقدر آقای حسینی فرد میتونه نزدیک باشه به واقعیت؟ بعدش اینه که با این رقابت فشرده‌ای که بین ایران و عربستان
و کشورهای دیگه در ممالکی مثل عراق و سوریه جریان داره چیز خیلی بعیدی نیست، ولی واقعیت عینیش وجود داره، یعنی اون بستر اصلی وجود داره که هر کدوم از این طرفین بتونن روش سوار بشن و علیه طرف دیگه از این موج استفاده بکنن. از این جهتش باید ایران قبل از اینکه این اتهامات رو عنوان بکنه برگرده یه مقدار بازبینی بکنه سیاست خودش رو، که این تسلطی که داشته در جنوب عراق و اینکه شروع کرده به استفاده از این نفوذ و حضورش در عراق برای در افتادن با عربستان و سعودی، پیش بردن جنگ نیابتیش با این کشورها یا به نوعی زورورزی با آمریکا، آیا به سود منافع مردم عراق بوده و یا چرا فقط شهرهای زیارتی به نوعی از این رابطه خوب بهره برداری کردن، چرا بصره اینقدر عقب مونده باقی مونده و تاثیر ایران نه به لحاظ اقتصادی که میتونه خودش در اونجا تاثیر گذار باشه و در عرصه سیاسی عراق این مقامات این کشور رو به نوعی هشدار بده راجع به این چیزی که در بحث شکل میگیره. از همه این مسائل ایران به نوعی دور میزنه و عمدتاً تکیه میکنه بر نفوذ و دخالت خارجی در این مسائل. تنه میزنه به مسائل سیاسی. آقای ماموری، شما به صورت مختصر گفتید در مورد آنچه که در دنیای سیاست در عراق داره میگذره. الان دو تا ائتلاف که بالاخره نیروهاشون هم خیلی مشخص نیست روی کاغذ، با هم دیگه درگیر هستن، یکیش سائرون تحت نظر مقتدا صدر و طرف مقابل ائتلاف بنا که آقای هادی آمری هست و همینطور نوری مالکی. اول اگر نگاه بکنیم به وضعیت اینها، کدوم یکی دست بالاتر رو داره؟ کدوم یکی شانس بیشتری داره؟ ببینید، اولین ائتلافی که در واقع اعلام شد به شکل رسمی ائتلاف اصلاح بود که همون سائرون مقتدا صدر به همراه نصر آقای عبادی و به همراه الحکمه عمار حکیم و برخی دیگر از ائتلافات کوچک دیگر که چیزی در حدود 180 در واقع نماینده رو با خودشون داشتن. اتفاقی که افتاد دقیقاً بلافاصله بعد از اعلام این ائتلاف، گروه رقیب که گروه وابسته یا در واقع نزدیک به ایران هست، تعبیر وابسته دقیق نیست، اصلاح میکنن، گروهی که در واقع گروه های هشت شعبی به ریاست هادی آمری و گروه ائتلاف قانون به ریاست نوری مالکی و مجموعی از احزاب سنی نزدیک به ایران و نزدیک به قطر که بعد از اختلافات بین قطر و عربستان الان نزدیک به ایران هم شده اند، این مجموعه در واقع به سرعت اعلام کردند که ما در واقع گروه اکثریت هستیم. علت این تناقض در اینه که در واقع گروه دوم سعی کرد برخی از نماینده های گروه اول رو در واقع از اونها جدا بکنه، از اون ائتلاف ها و وارد ائتلاف خودش بکنه. الان اختلاف قانونی وجود داره که از قانونی آیا این امر ممکن هست یا نیست. وقتی من به عنوان یک نماینده به همراه آقای عبادی وارد یک لیست شدم و رأی گرفتم، به ویژه اینکه رأی ها در خیلی از موارد به اشخاص داده نمیشه، مردم عراق در انتخابات به این شکل رأی میدن، میتونن به شخص رأی بدن، بگن من رأیمو میخوام به شخص حیدر عبادی بدم یا میخوام به لیست عبادی بدم. رأی هایی که به لیست عبادی میره تقسیم میشه بین کاندیداهای در واقع این لیست. بنابراین بخشی از آرایی که هر کدوم از کاندیداها دارن آرایی نیستن که به شخص اون داده شده، بلکه به لیست داده شده. حالا از قانونی های چنین شخصی حق داره بعد از انتخابات بگه من از این لیست بخوام برم بیرون با اینکه رأیش رو از لیست آورده، حداقل بخشیش رو. این اختلاف قانونی الان واگذار شده به دادگاه در واقع فدرال و دادگاه فدرال باید در این زمینه نظر بده که این امر ممکن هست یا نیست. اگر تحت فشارهای ایران در واقع این دادگاه نظر بده که این امر ممکنه، در این صورت ائتلاف هادی آمری و نوری مالکی که نزدیک به ایران هست شانس بالا آمدن و تعیین در واقع حکومت جدید و نخست وزیر رو دارن، به جهت اینکه بالفعل تونستن برخی از نماینده ائتلاف مقابل و رقیب رو در واقع از آن خودشون بکنن. صحیح. اگر رأی بده که چنین امری ممکن نیست، آقای حیدر عبادی شانس بیشتری خواهد داشت برای اینکه بتونه به همراه مقتدا صدر اکثریت و حکومت بعدی رو تشکیل. آقای حسینی فرد، با توضیحی که آقای ماموری دادند خیلی وضعیت این دو فهرست معلوم و مشخص نیست، دست کم تا اینجا. تقریبا در فضای سیاسی عراق ایران بی‌رقیب بود یا نیروهای نزدیک به ایران، چطور شد که الان اینا کارشون به اینجاها رسیده؟
خب همطور که اشاره شد یه مقداری نوع رویکرد ایران برخی از این نیروهای شیعه رو به نوعی دور کرد از اینی که این رابطه نزدیکیشون رو با ایران داشته باشن. همونطور که گفته شد کل این تجربه بعد از 2003 یه بخشی از نیروهای شیعه رو رونده به این سو که بیش از اینی که روی مسائل قومی و مذهبی بخوان تکیه بکنن و اون قانون اساسی رو مبنا قرار بدن و اصلا چارچوب منافع ملی رو در نظر بگیرن. از این جهتش خب ایران یه مقدار بعضش به این دلایل مثلا نامساعد، یعنی شما میفرمایید که کفه ناسیونالیسم الان داره سنگینی میکنه در برابر یک نوع نگاه اعتقادی شیعه محور؟ دقیقا اینجوری است. یعنی حالا اسمش رو بذاریم ناسیونالیسم یا منافع ملی، موقعی که آقای عادی که به نوعی نزدیک به ایران به شمار می اومده وقتی که نخست وزیر رو به عهده گرفت، میاد میخواد همزمان موقعی که میخواد شروع کنه به سفرش به عربستان بیانیه میده و میگه که ما دیگه کشورمون نباید توپ بازی قدرت ها در منطقه باشه، یا به اصطلاح آقای حکیم امار حکیم با عربستان و سعودی رابطه برقرار میکنه، آقای مقتدی صدر میبینیم که به نوعی در رابطه خوبی با ریاض پیدا کرده، عملا یعنی صحنه سیاسی اون جریان شیعه به هم خورده و ایران اون نفوذ قبلیش رو نداره. ضمن اینکه کل ایران در مورد بخش دیگه عراق هم با مشکل بیشتری روبرو شده. درسته که هشت شعبی در بازپسگیری مناطق غربی عراق خب نقش مهم و محوری داشته، ولی الان سنی ها بیش از پیش نگرانن. سنی هایی که از همون سال 2003 که از قدرت رونده شدن و شاکله اصلی قدرت از اونها گرفته شده بیش قارون داده شد، دلخورند، دلچرکینند و الان هم که حضور نظامی ایران با این هشت شعبی رو به نوعی برای خودشون تهدیدی به حساب میارن. از یاد نبریم که در آستانه انتخابات اخیر پارلمانی چجوری همین هشت شعبی به یک موضوع چالش برانگیز در عرصه سیاسی عراق تبدیل شده بود که آیا اجازه شرکت در انتخابات داره یا نداره. در مورد کردستان هم ما میدونیم که خب چه این نقشی که ایران در شکست رفراندوم کردها برای استقلالشون بازی کرد، چه به اصطلاح این وضعیت که الان حملاتی که الان داره میشه، نوع رابطه‌ای که خب دولت اقلیم با اسرائیل و کشورهای دیگه‌ای داره، عملا رابطه با کردستان هم دولت تهران و کردستان هم آنچنان به شکل سالم نیستش. آقای مأموری به نظر میاد که وزنه سنگین این رقابت، این کشاکش سیاسی که تعیین کننده هم باشه، آقای مقتدی صدر. خیلی‌ها میگن که درسته که مقتدی صدر از ایران فاصله گرفته، جاهای ساز مستقل زده، ولی در نهایت نباید فراموش بکنیم که او یک روحانی شیعه هست، در قم درس خونده، در نهایت چاره ای نداره غیر از این که پیوندهای خودش رو با ایران احیا بکنه اگر پای ایران و آمریکا یا انتخاب بین اون پیش بیاد. تا چه اندازه میتونه این تلقی درستی باشه؟ ببینید مقتدی صدر چند سالی رو در قم در واقع سپری کرده، اما سابقه خاندانی او، سابقه اجتماعی او، پایگاه مردمی او همگی برمیگرده به حوزه نجف و در واقع جامعه شیعی درون عراق. او از نوع شخصیاتی مثل عمار حکیم مثلا، یا مثل نوری مالکی، یا مثلا هادی عامری، حالا به شکل مشخص تری بیشتر مثال بارزتریه، بذارید همون مثال هادی عامری رو فقط بگم، از اون نوع نیست که در واقع درون سیستم سیاسی ایران هضم و جذب شده. هادی عامری یکی از سرداران در واقع قرارگاه رمضان درون سپاه نوه بعد بود که حقوق رسمی از سپاه میگرفت و عملا یک سرباز جمهوری اسلامی بود. آقای مقتدی صدر چند سالی رو در واقع دو سه سالی رو در قم، اونم در یک حالت انزوایی بدون اینکه حضور رسمی داشته باشن، گذرانده است. این یه نکته. نکته دیگری که در واقع در این زمینه باید بهش توجه داشت این که آقای مقتدی صدر نه از امروز بلکه از حدود 5 سال پیش، از دوره دوم ریاست نخست وزیری نوری مالکی، مواضع ضد ایرانیش کاملا مشخص شد و شروع کرد به شکل رسمی در این مورد صحبت کردن. پایگاه مردمی اون هم خب به شکل رسمی اصلا شعارات ضد ایرانی در راهپیماییاشون دادن، مثل شعاراتی که در بر علیه قاسم سلیمانی داده شد بعد از اینکه عکس‌های قاسم سلیمانی در همه جا ظاهر می‌شد و به نوعی در واقع انتساب پیروزی‌های بر داعش رو به شخص ایشون می‌دادن و نادیده گرفته می‌شد جانفشانی‌هایی که سربازان عراقی و ارتش و نیروهای هشت و اینها در واقع داشتند. در این میان در واقع ما شاهد یک پایگاه نسبتاً قوی مردمی با یک رهبری
برآمده از درون ساختار عراقی و حوزه نجف هستیم که مواضعش ضد ایران نه از نوع در واقع مواضع ناسیونالیستی، بلکه از مواضع این که من نمیخوام در کمپ شما در واقع بازی بکنم، من کمپ خودمو دارم و این به معنی این نیست که من حتما وابسته به سعودی ها هستم یا با آمریکایی ها هستم. این ائتلافی که آقای مقتدی صدر تشکیل داده چقدر پایا چقدر مانا است، به خاطر اینکه کسی مثل مقتدی صدر چطور میتونه با جریان های کمونیست مثلا فصل مشترک پیدا بکنه، نگاه مشترک پیدا بکنه، یا جریان هایی که سکولار هستن؟ در هر صورت مقتدی صدر یک روحانیه، حرف های شعار های مذهبی در جریان اون کمرنگ نیست. بله، ببینید گروه در واقع کمونیست های عراق که مؤتلف هستن با ایشون تعداد بسیار کمی دارن در اون ائتلاف، بخش عمده آراء و نمایندگان رو خود گروه صدر در واقع داره. به اضافه به اینکه کمونیست های عراق در واقع یک حزب سیاسی هستند، جنبه دینی دیگه ندارن، به معنای اینکه مثلا یک گروه ملحد بیدین اینها نیستن، یک گروه سکولار هستند که دارای در واقع گرایش های سیاسی چپ هستند و هیچ جنبه الهیاتی هم نداره در واقع تصوراتشون. گروه در واقع صد به شکل خاص که بخش بالای 90% این ائتلاف رو تشکیل میده از قوی ترین در واقع ساختارهای سیاسی عراقه که به این سادگی قابل تفکیک نیستن، برخلاف در واقع مثلا فرض کنید ائتلاف عیاد علاوی در 2010 که نوری مالکی تونست به راحتی اون رو تیکی تیکه کنه و نماینده های اون رو بخره و در واقع همراه خودش بکنه. به همین ترتیب همین اتفاق با آقای عبادی افتاد در همین انتخابات. آقای فالح فیاض که رئیس حشد شعبی بود، آقای عبادیشون رو برکنار کرد و ایشون به همراه 8 نفر دیگر در واقع به ائتلاف فتح به ریاست هادی عامری پیوستن. گزارش های از پیوستن خالد عبیدی وزیر دفاع سنی سابق عراق در واقع وجود داره که باز از عبادی جدا شده و به فتح قراره که بپیونده، به جهت اینکه بهش پیشنهاد وزارت دفاع یا ریاست پارلمان رو دادن. در خصوص آقای مقتدی صدر این کار به این سادگی امکان پذیر نیست، به جهت اینکه نماینده های مقتدی صدر تاریخ بسیار درازی دارند در وابستگی به این جریان سیاسی و به نوعی کل کریدت و اعتبار خودشون رو از این جریان دارند و به این سادگی نمیشه اینها رو جدا کرد. با همه این اوضاع و احوال آقای حسینی فرد، میتونیم بگیم که از این اختلاف ها میتونه تحولات به سمتی رقم بخوره که به نفع سعودی ها یا مثلا آمریکایی ها باشه در عراق، اگر موضوع کردستان رو هم بهش اضافه بکنیم که شما به صورت مختصر بهش اشاره کردید؟ واقعیتش اینه که میشه گفت شاید پیشبینی یه مقدار قاطع این باشه که وضعیت سیاسی در عراق شکننده باقی میمونه، یعنی این نیست که ایران به همین سادگی تمام و کمال نفوذش ازش گرفته بشه یا کاملا بیپایگاه بشه در درون ساخت سیاسی عراق. ولی اینی که به اصطلاح چجوری مسئله این کشور حل بشه، به نظر میاد که شده تابعی از این که نهایتا ایران و عربستان و سعودی و آمریکا در منطقه چجوری مسائلشون حل بکنن. نه تنها در اونجا، ما می‌دونیم که در یمن، در سوریه، همه این کشورها یه حالتی از بنبستی که هست برمیگردن که این سیاست کشور تاثیرگذار در منطقه نمی‌تونن مسائل خودشون رو حل بکنن. به همین خاطر ممکنه که بالاخره یک ائتلافی در درون عراق در مجلس دست بالا رو پیدا بکنه، یه فراکسیون بزرگ تشکیل و دولتی به وجود بیاد، ولی اینه که چقدر این دولت قدرت داره به خصوص در اون فراکسیون دیگه، میتونه آیا تمام حرفاش پیش ببره و به نوعی بدون در نظر گرفتن منافع یا نگاه و نفوذ سایر بازیگران منطقه‌ای قادر به عمل باشه، جای مثلا تردید بسیاره. و همه این حرفا مجموعه این چیزایی که ما میبینیم ظرف این به خصوص 2-3 سال، علارغم اینکه به نظر میاد خب حضور نظامی ایران در عراق مقدار تثبیت شده، ولی به لحاظ سیاسی تمام روندها نشون میده که داره اوضاع به ضرر ایران پیش میره. اینکه تا کجا و تا چقدر این نفوذ محدود بشه و ایران از کدوم اهرماش بتونه استفاده بکنه و آیا نهایتا راه رو در کنار اومدن یا حل مسائلش با عربستان سعودی آمریکا ببینه، این سوال بزرگی است. آقای معموری خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه و 20 ثانیه، اگر هم ایران بتونه یا در حقیقت نیروهایی که در ائتلاف با ایران و متحد ایران هستن بتونن دست بالا رو حفظ بکنن در فضای سیاسی عراق،
در مجموع میتونه ایران امیدوار باشه که همچنان عراق رو به عنوان همسایه و متحد استراتژیک و از بعضی جهات حیات خلوت خودش داشته باشه؟ ببینید نوع تطورات حوادث در واقع سالهای گذشته نشون میده که عراق هیچ وقت در واقع تبدیل به وضعیت ما قبل از 2003 برای ایران نخواهد شد. نوع ارتباطاتی که بین عراق و ایران وجود داره از لحاظ تبادلات اقتصادی، واردات برق، از لحاظ در واقع منابع آبی که داره ریخته میشه به رودهای عراقی، از لحاظ اشتراک مذهبی که مسئله مهمه، توریسم مذهبی و دینی و الی آخره مسائل دیگر، امکان اینکه عراق تبدیل به دشمن بشه برای ایران به شکلی که زمان صدام بود حداقل با توجه به داده‌های موجود اصلا وجود نداره. از طرف دیگری باز در واقع این واضح و روشن است که امکان اینکه تبدیل بشه عراق به سالهای حدود در واقع 2010 به بعد، که در واقع 2011 بعد از خروج آمریکایی‌ها، که در واقع تبدیل بشه به یک بازی دست ایران که بتونه هر گونه که بخواد حوادث سیاسی رو درش حرکت بکنه، این امکان هم وجود نداره. من فکر می‌کنم ایران در واقع خواهد تونست یک بخش از نفوذ خودش رو در سطح سیاسی حفظ کنه و در عین حال در واقع یک اپوزیسیون نسبتاً قدرتمندی رو هم خواهد داشت که یک اپوزیسیون تندگرایی نیست، بلکه بر اساس منافع سیاسی عراقی به دنبال در واقع محدود کردن ایادی ایران در عراق هستش. بسیار بسیار ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقای حسینی فرد و همینطور آقای مأموری. ممنون که با این صفحه دو همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. لینک برنامه در صفحه توییتر ما منتشر میشه، شناسه ما در توییتر @bbcph2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظر خودتون رو درباره برنامه امشب برای ما بنویسید. همه برنامه های صفحه 2 در فیسبوک ما هم آرشیو شده. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روز بر شما خوش.